با عرض سلام خدمت همه تریدرها، امیدوارم هر کجای دنیا که هستین صحیح و سلامت باشین. با یه آنالیز هفتگی دیگه در خدمتتون هستیم. آنالیز مربوط به هفته آینده است، یعنی از 22 تا 26 مارچ. خب قبل از اینکه آنالیز رو شروع بکنیم، اجازه میخوام که بگم، که مجددا بگم که ما برای 20 فروردین یک دوره تخصصی آموزش بورس آمریکا تدارک دیدیم. من لینکش رو این بالا میذارم، میتونین رو لینک بالا کلیک کنین و توضیحاتی بیشتر از اونجا ببینین و عرضم به حضورتون که اگه تمایل داشتین تو این دوره شرکت کنین. خب خیلی سریع طبق روال هر هفته میریم سر وقت اول از همه اخبار هفته آینده. خب در هفته آینده ما به اون صورت هفته پر اخبار نداریم، ولی چند تا دونه اخبار مهم داریم. یک، ببینید، همین دوشنبه بعد از ظهر ما عرضم به حضورتون که سخنرانی مسئولین فدرال رزرو داریم. خب واسه ما این اخبار مهمیه، احتمالاً شاخص دلار تاثیرگذار خواهد بود دوشنبه فردا، پس حواستون باشه. بعد سه شنبه باز هم ما سخنرانی فدرال رزرو داریم، یعنی این هفته واسه دلار هفته پرتنشیه. خب و عرضم به حضورتون که چهارشنبه ما در حوزه یورو، همونطوری که میبینین، یه سری شاخص ها هست که فرانسه و آلمان دارن اعلام میکنن و صبح چهارشنبه به عبارتی ممکنه روی جهتگیری یورو تأثیر گذار باشه. مجددن بعد از چهارشنبه باز ما سخنرانی فدرال رزرو داریم. دیدین سه روز پشت سر هم دیگه تا اینجا ما سخنرانی مسئولین فدرال رزرو داشتیم و پس ما برای دلار هفته پر نوسانی پیش رو داریم. پنجشنبه همونطوری که میبینیم ما یه اخبار در حوزه فرانک سوئیس داریم، این اهمیتی نداره. ممکنه این اخباری که مربوط به ارزم به حضورتون که دلار کانادا هست تاثیرگذار سخنرانیه. خب و ارزم به حضورتون که یه سخنرانی هم در مورد پوند داریم، نمیدونم تاثیرگذار هست یا نیست، باید توجه کنید. حداقل جمعه هم کل روز جمعه رو تو اروپا نشست اقتصادی از حالا اون کاری نداریم، شاید اونقدر تاثیرگذار نباشه. خب پس حواستون به دلار باشه تو هفته آینده، دلار هفته پرتنشی خواهد داشت. سریع بریم سر نمودارها. خب قبل از اینکه نمودارها رو بررسی کنم، اندیکاتورهایی که من استفاده کردم لینکشون این بالا میذارم، میتونین زحمت بکشین وارد چین از ویدیو بالا نگاه کنین ببینین تنظیمات اندیکاتورها به چه صورته. ما یه بار دیگه وقت ویدیو رو برای اندیکاتورها تلف نکنیم. خب شاخص دلار رو داریم میبینیم، تایم فریم یک ساعته. دلار هفته خیلی بدی رو داشت، کل هفته رو، هفته گذشته رو دارم عرض میکنم، کل هفته رو اگه توجه کنید تو این رنج قیمتی که الان از اینجا، یعنی تو این رنج قیمتی اینجا بوده تا اینجا، چهارشنبه این اخبار اعلام میشه تا اینجا سقوط میکنه، بعدا اون مسیر رو اصلاح میکنه، الان هم اینجاست. اما یه چیزی رو خوب توجه کنیم، الان اومده این ارزم به حضورتون که مقاومت قوی که داشته نتونست ازش رد بشه، یه بار با اقتدار رد شد. این کندل دوم مهم بود، کندل دوم اگه سبز در میومد دیگه رفته بود، نشد، ریخت. کل اون کندلی که مد نظر بود ریخت، الان هم اومده از پایین بهش داره ریتست میکنه و عرضم به حضورتون که یه ترن لاین هم به این صورت تونسته ترسیم میکنم، خدچینی که من اینجا گذاشتم. حالا باید ببینیم صبح دوشنبه یا به عبارتی روز دوشنبه جهتگیریش به چه صورته. مقاومت بالا رو پشت سر میذاره و مسیر میگیره، یا اینکه نه، ببین ترن لاین خودش هم مقاومت به حساب میشه، یا ساپورت به حساب میشه، یا اینکه این ترن لاین پایین میشکونه، مووینگ اوریجش رو میشکونه، میریزه میاد پایین. خب الان جای خوبی گیر کرده، نمیتونه این تو زیاد دووم بیاره، باید از بالا یا از پایین از یه طرف خلاصه خارج بشه. خب پس به خاطر همون حواسمون هست، شاید هفته پیش رو مثل هفته گذشته هفته خیلی ساده ای نباشه، هفته نوسان پر نوسانی باشه، ما بتونیم نوسان رو نفع خودمون استفاده کنیم. خب پس این از وضعیت دلار. و عرضم به حضورتون که مورد بعدی یورو یو اس دی. یورو یو اس دی هم خب طبیعتاً مثل دلار، منتها برعکسش، همونطوری که میبینین این همون فرم نزولی گرفته با این ترن لاین. اگه بتونه این مقاومت قدیمیشو، یعنی الان که دیگه شده ساپورت قدیمیشو بشکونه،
این هم مدل دلاره، یعنی الان توی این مثلث گیر کرده. باید صبر کنیم ببینیم جهتگیری دلار تو هفته آینده به چه صورته، اون موقع یورو یو اس دی هم میتونه مسیر بگیره. تایم فریم یک ساعته شو داشتیم نگاه میکردیم. پوند یو اس دی، پوند یو اس دی ببینید در وهله اول الان نگاه میکنیم مسیر به خصوصی نیومده. اگه اینجا یه ترن لاین میکشید این ترن لاین شکسته بود، نمیدونم توی رنج به خصوصی، نمیخوام بگم نیست، هست، همین دو تا خط بالا پایینی که من اینجا کشیدم هست. اما به یه چیزش خوب توجه کنید، از اینجا تا اینجا اومد مجددا و از این خط برگشت خورد. ببین این خط نقطه چین قرمزی که من کشیدم، نمیدونم چقدر خوب مشخص باشه تصویر شما، تقریبا از 50% برگشت خورد. خب مجددا ریخت، الان اومده تو 50% مسیر دوم داره برگشت میخوره. خب احتمال این که بریزه هست، اما خوب توجه کنید ما این خط پایین، این اینجا مقاوم حمایت داره. خب باید این حمایت رو در وهله اول پس بگیره، پس همینجوری فوری به این سل نزنیم. اگه بتونه این حمایت رو صبح دوشنبه به سمت پایین بشکونه احتمال سل داره، ولی به این راحتی ها نمیشه از این بای گرفت، چون کلی مووینگ اورج جلوشه. اگه میخواییم بای بگیریم چه بهتره ثب کنیم حداقل این خط رو بشکونه. خب بر مبنای، حالا نمیخوام اینو بگم حتما ترن لاین نشینه، ولی بر مبنای این خط داره با اون نظم میاد پایین. اگه قرار باشه ازش بای بگیریم باید ثبت کنیم، این مووینگ اورج شکسته بشه، این خط شکسته بشه، از اینجا اومد بالا، اون به بعد منطقه مناسبی واسه بایه. به خاطر همون فعلا فکر پوزیشن بای گرفتن از این بین راحتی نکنیم. خب اگه این اتفاق افتاد میشه ازش بای گرفت. بریم سر وقت یورو جی بی پی. خب یورو جی بی پی همونطوری که میبینین، ما عرضم به حضورتون که این مقاومت قدیمی، اینم ساپورت قدیمی ما. حالا یکم هم میتونستیم اینو پایین تر تا بیاریم با دقت بیشتری کار کنیم. خب و خوب توجه کنین خیلی قدیمیه، مربوط به 6-7 مارس. خب تقریبا مال دو هفته قبل، در روز قبل. خب از این حمایت نتونسته بیاد پایین، ولی چند دفعه حمله کرد ازش رد شد برگشت توش. الان باز از اون حمایت اومده بالا. خب دقیقا هم بالاش داره ریتست میکنه و دقیقا هم بالای همه این مووینگ اورج هست. اوکی، به خاطر همین کافیه صبح دوشنبه، فردا صبح یه کندل بالای اینجا بده، به عبارتی اصلا امشب بالاتر از اینجا باز بشه، این یک بای خیلی خیلی شیرین خواهد داشت. خب حواستون باشه استاپ لاستون هم پایین مووینگ اورج بذارین. اولین تارگتتون هم میتونه کجا باشه؟ عددی که قبلا بهش رسیده اینجا. خب حواستون باشه یورو جی بی پی اگه اینجوری که گفتم باز بشه، احتمال اینکه فردا بای داشته باشه هست. خب تایم فریم یک ساعته هست اینا. بریم عرضم به حضورتون که بعدی گاز طبیعی. ببینید گاز طبیعی کل هفته رو سیگنال داشته، اما گاز طبیعی از اون ابزارهایی که شماها خودتون باید بتونین ازش سیگنال بگیرین، کسی دیگه ای نمیتونه بهتون بگه که مثلا وارد چین خارج بشین. چرا؟ گاز طبیعی قیمتش خیلی پایینه، شما میتونین حجم خیلی زیادی بردارین با سرمایه خیلی کم. خب ولی اسپرد زیادی داره. ببینین اسپردش 20ه، یعنی 2 پیپ اسپرد داره. این یعنی این که اگه شما یک لات بزنین 100,000 تا وارد پوزیشن بشین، همون اول بسم الله 2,000 تا منفی هستین. این یعنی این که شما 1/10 لات وارد کنین، همون اول بسم الله $200 منفی هستین. خب به خاطر همون توصیه کردیم که واسه گاز طبیعی اول با حساب دمو تمرین کنین، ببینین به چه صورت میشه، بعدن با پول واقعیتون وارد بشین. خب چون احتمال کار مارجین شدنتون خیلی زیاده، مخصوصا شماهایی که سرمایه اولیه محدود دارین. اما اگه بلد بودین چی کار باید میکردین، ببینین هفته گذشته اینجا بسته شد، اول هفته پایین باز شد. خب یعنی خیلی از دانشجوهای قدیمی ما پایین تر از اینجا اوردر گذاشته بودن، یعنی به محض اینکه پایین باز شد اینا وارد پوزیشن بودن. این بکنم
اگه نگرفته بودین بعد از این باید میگرفتین. اگه اینجا جا مونده بودین نگرفته بودین، اینجا رو باید سل میزدین. اونجا جا مونده بودین بعد این کندل قرمز باید سل میزدین. 4 تا 5 تا فقط همون تو روز اول شما جا واسه پوزیشن زدن داشتین، همش هم سودهای عالی داشت. یه نمونه فقط عرض کنم، اگه شما صرفاً فقط همین آخر یه گرفته بودین از اینجا تا اینجا، هر متر مکعب 37,000 دلار براتون سود داشت. 37,000. خب اگه شما یه پوزیشن با حجم 10,000 متر مکعب گرفته بودین، یعنی همون یک دهم لات، خب 10,000 ضرب در این عدد بخوایم بکنیم میشه 370 دلار دیگه، درسته؟ 4 صفر داریم، اینا بره یه صفر بیاد جلوشون میشه 370. خب یعنی شما اگه یک دهم لات ترید گرفته بودین تو همین یه تیکه بعد 370 دلار سود میکردین. خب ولی واسه گرفتن اون یک دهم لات همون اول که کلیک میکردین 200 دلار منفی میشدین به خاطر اسپردش. خب پس حواستون باشه تمام این پوزیشن ها بوده، میتونستین ازش استفاده کنین، فوق العاده هم عالی بوده، اما خودتون باید با حساب دمو تمرین میکردین، یاد بگیرین که به چه صورتی بتونین درست ازش استفاده کنین. هفته آینده اومده چسبیده به اینجا، در هفته آینده اگه بتونه بالاتر از اینجا بازشه باز به درد ما نمیخوره، چون این مقاومت خیلی خیلی قوی از قبل داشته، خب ممکنه به خود اینجا برگرده. تا ده همین سطحی هم که استاپ کرده، ببینین هفته گذشته هیچ فرقی نتونست بالاتر بره. نمیدونم الان آینده روشنی نداره، هفته گذشته خیلی خوب بسته شده بود، ساپورت قدیمیشو شیکوند، پایینش باز بسته شد، پایینترش هم باز شد، این مسیر محرز بود، ولی این هفته هیچ چیز محرزی نداره. اگه میخواین وارد پوزیشن شین باید صبر کنین باز بشه یک روز حرکت کنه مسیر بگیره. اینجایی که الان بسته شده هیچ مسیری نداره، من حرفی نمیتونم بزنم. خب فقط میگم در مورد گاز طبیعی خیلی هوشمندانه رفتار کنین، حتما حتما اول با حساب دموتون تمرین کنین، بعدن که مطمئن شدین چه خبره اون موقع با حساب واقعیتون درگیر بشین. طلا، ببینین طلا توی این ساپورت و رزیستنس کل هفته رو نوسان کرده. خب هفته گذشته خواست وارد کانال 1600 بشه نتونست، الان مجددا تو کانال 1700 داره میاد بالا. خب بعد از اون خبری که اعلام شد یه فراز و فرودی داشت، اما خودشو جمع جور کرده فعلا اینجاست. خب میگم اینجاست کجاست، نه این بالای مقاومته، یعنی دقیق تر کجاست، توی کانال قدیمیش برگشت. اجازه بدین ببینین این کانال قدیمیش، همونطوری که میبینین الان توی کانال قدیمیشه. خب 50% کانال قدیمیشم حتی گرفته. خب احتمال این که تا سقف کانال قدیمیش بیاد هست، حتی شاید سقفم بریک اوت کنه یکم بیاد بالاتر به مقاومت قدیمی ترش برسه بعدم بریزه. خب الان دیلی هستیم، ولی این احتمال هم وجود داره که صبح دوشنبه یه اتفاق بیفته کلا این پایین بازشه. خب پس مراقب باشین، ممکنه از طلا بتونین سیگنال بگیرین. من موافق بای گرفتن ازش نیستم تو اینجایی که هست، چون تو وضعیت اوکی نیست، ولی اگر میخواین بای بگیرین میگم توجه کنین به گذشته بازار و مبنای اون طلا پیش میره، و اگر هم این مقاومت یعنی حمایت قبلیشو شکوند، این کانال قدیمی هم شکوند وارد کانال 1600 شد، یعنی من خودم به شخص منتظر اینم که طلا وارد کانال 1600 بشه تثبیت کنه خودشو، اون بعدش سل بزنیم تا پایین کانال 1600 تا کفش. خب من بیشتر خودم منتظر اون اتفاقم، ولی اگه دوست دارین ازش بای بگیرین مراقب باشین، سیگنال بای ممکنه کوتاه مدت داشته باشه، به عنوان بلند مدت بای بهش فکر نکنین، ولی کوتاه مدت میتونین ازش بای بگیرین. نفت، خیلی خوب ببینین نفت یه دونه عرضم به حضور شما که مقاومت اینجا داشته که بعدا تبدیل به حمایت شده. خب الان هم از اون ساپورت قدیمیش که مربوط از 11 فوریه هست، یعنی چارت نفت داریم 4 ساعتش رو نگاه میکنیم، آخر وقت به این خورد برگشت اومد بالا، دوباره مووینگ اوریج 200 سوار شده. خب حالا شاید
بتونه در وهله اول تا این تراز بیاد بالا، یعنی از اینجا تا اینجا تو 4 ساعته داریم صحبت میکنیم، عدد خودش عدد زیادی، خب تقریبا فکر کنم نزدیک 2 دلاره، شاید بتونه تا اینجا بیاد بالا، علاوه بر اینکه یه عالمه مووینگ اوریج جلوشه به اون راحتی ها نمیشه، ولی شاید بتونه بیاد بالا. خب ولی این احتمال هم وجود داره، از همین جایی که هست هنوز مووینگ اوریج 200 رو کامل پس نگرفته، از همین جایی که هست پایین باشه یا اصلا پایین تر از اینجا باشه، اگه پایین تر از اینجا بیاد مطمئن باشین یه نزول خیلی خیلی خوب عالی خواهد داشت. خب این سطح باید شکسته بشه و رد بشه، همین سطحی که اینجا هستیم. خب توجه کنیم بهش. عرضم به حضورتون که USDCHF تایم فریم 1 ساعتش هستیم، همونطور که میبینید توی این کانال یا مثلثی که من کشیدم داره بازی میکنه، منتظرم این شکسته بشه. اون شکسته بشه اون به بعدش جایی هست که ما وارد پوزیشن میشیم. به غیر از این دوتا خط ببینید یه مقاومت عالی هم اینجا داره. خب از هم مقاومت باز برگشت خوردن، میخوایم ببینیم چه کار میکنه، یا بالا یا پایین از یه طرف باید بشکنه و خارج بشه، منتظر اونجا هستیم. یورو سی اچ اف، خب یورو سی اچ اف هم همونطوری که میبینین توی یه کانال ساپورت رزیستنس قدیمی داره بازی میکنه، این هم هولوهوش، یعنی به محوریت مووینگ اوریج 200ش داره بازی میکنه، این هم امیدواریم که شکسته بشه به یه سمتی، حالا بالا یا پایینش بحثی ندارم چون مووینگ اوریج 200 ما وسطه، به خاطر به هر سمتی شکسته بشه اوکی، فقط شکسته بشه ببینیم که مسیر میگیره، اون موقع وارد پوزیشن میشیم. USD CAD، خیلی خوب ببینین USD CAD عرضم به حضورتون که اینجا این مقاومت خیلی خوبی داشته که بعدن یعنی در جمعه تبدیل به ساپورت شده. خب اما ساپورتی داریم که تقریبا خیلی خیلی نزدیک مووینگ اوریج 200 که بالاش قرار گرفته. حالا اگه بتونه مووینگ اوریج 200 رو پس بگیره صبح دوشنبه تا مقاومت بعدیش که این عدد اینجاست میاد بالا، ولی از اون شیرین‌تر اینه که این حمایت جدیده و این مووینگ اوریج 150 رو بشکونه بریزه پایین، اگه بریزه پایین تا کف اینجا میاد. خب به نظر من USD CAD سیگنال داره، حواسمون رو جمع بکنیم، این هفته فکر کنم از این بشه سیگنال گرفت، همین اول هفته هم میشه ازش سیگنال گرفت. خب مراقب این باشین، این جای قشنگی بسته شده، یعنی هفته خوبی خواهد داشت. تکرار میکنم USD CAD تایم فریم 1 ساعتش هستیم، این ابزار این هفته سیگنال داره. بریم ابزار بعدی، CAD JPY. ببینید CAD JPY هم جای فوق العاده ای بسته شده، کل جمعه رو تو این مسیر اینجا گیر کرده، یعنی از بالای مقاومت خیلی خیلی قوی داره، از پایین هم مووینگ اوریج 200 داره ساپورتش میکنه، توی این خط افقی هم یکی دوبار برگشت خورده. خب این یه تیکه خودش هم یه ساپورت دیگه داره، به هر سمتی شکسته بشه فوق العاده است. اگه بالا باشه اوکی، چون از قبلم آپ ترند بودیم میتونه، چون رو مووینگ اوریج 200 نزدیکشه چسبیده بهش تقریبا، میتونه حمایت بشه بیاد بالا، حتی اینجا هم رد بکنه. اگر هم بریزه پایین خیلی باز فوق العاده است، چون بعد از چند هفته صعود یک نزول فوق العاده داره شروع میشه، کلی مسیر باید بریم. خب به هر سمتی بخواد مسیر بگیره عالیه. تکرار میکنم CAD JPY تایم فریم 1 ساعته هستیم، این هم این هفته سیگنال داره. USD JPY، USD JPY داره تو این کانال افقی بازی میکنه، تو تایم فریم الان 1 ساعتش هستیم، تو تایم فریم پایین تری مثل 15 دقیقه اگه بخواید نگاه کنین اونجا هم میبینین بالا پایین این کانال. حالا اگه دوست داشتین میتونستین ترید توی کانالش رو انجام بدین، کاری ندارم، ولی این هم این هفته ما منتظر شکستن هستیم. همون صحبت هایی که راجع به CAD JPY کردیم این هم در مورد صدق میکنه، چون مووینگ اوریج 200ش خیلی خیلی بهش نزدیکه، چه به سمت بالا شکسته بشه چه به سمت پایین تحت هر شرایطی فوق العاده است. پس اینو هم از دست ندین، دوشنبه فردا حواستون به این هم باشه، این هم این هفته سیگنال داره. نیوزیلند یو اس دی، واسه نیوزیلند یو اس دی چیزی به خصوصی ندارم بگم جز اینکه یه ساپورت خیلی قوی داره، میبینین تا حالا ازش نشکسته نریخته،
منتظر ببینیم واکنشش به این چی میشه. اگه تونست همه این مووینگ اوریج ها رو پس بگیره، طبیعتا ازش میتونیم بای بگیریم. اگر هم نه، این ساپورت شکسته شد که اون موقع احتمالا شروع یک ریزش جدید باید باشه و حرکت خوبی هم خواهد باشه. خب پس حواسمون به این هم هست، نیوزیلند یو اس دی تا این فریم یک ساعته شده با هم دیگه نگاه میکنیم، این هم احتمال اینکه سیگنال داشته باشه خیلی زیاده. اوکی، عرضم به حضورتون که چیزایی که واسه من جالب بود و فکر کنم گفتیم دیگه، اینا بقیه پوند، من پوند رو زیاد علاقه ندارم روش مانوف بدیم. عرضم به حضورتون که الان تو همین چند تا پوزیشنی که گفتیم، چند تا چارتی که با هم دیگه نگاه کردیم، چند تا پوزیشن خوب بود. خواهش میکنم حواستون به اخبارها باشه. هفته گذشته ما اخبار رو گفتیم، خیلی از دوستان دستشون هم درد نکنه اضافه تشکر کردن از ما، ممنونم، ما کاری نکردیم، خودتون کردیم. خیلی از دوستان از اون زمان اخبار نهایت بهره رو بردن، ولی خیلی از اون دوستان اون اخبار باعث شد کال مارجین بشن. بابا ما گفتیم اخبار بی زحمت، اگه بلدین از زمان اخبار به نفع خودتون استفاده کنین، اگه بلد نیستین یه طوری ترید کنین که به تایم اخبار نخورین، قبلش خارج بشین. پس اخبارهایی که ما اول هفته میبینیم، اصلا قبل از اینکه من چارتو نگاه کنم اول میام اخبار میگم. خب این داریم وقت میذاریم، داریم توضیح میدیم، بی زحمت توجه کنین، میتونه هم براتون خیلی خیلی خوب باشه، هم اگه بی توجه باشین که خوب باعث میشه اذیت بشین دیگه. پس هم به اخبار توجه کنین، هم به صحبتهایی که ما در مورد ابزارها کردیم، اونایی که من تاکید میکنم سیگنال داره با دقت بیشتری نگاه کنین. باز دارم عرض میکنم بازارهای مالی ریسک زیادی دارن، هیچ وقت هیچ استراتژی رو بدون اینکه با حساب دموتون تمرین کرده باشین وارد نشین، هیچ ابزار جدیدی رو بدون اینکه دمو زده باشین وارد نشین با پول واقعی. این شما هستین که مسئولیت اون ترید رو به عهده دارین. پس لطفاً حواستون رو جمع بکنین، با دقت زیاد اون موقع وارد پوزیشن بشین. انشالله که بتونین هفته پرسوری داشته باشین. بعد در پایان یک بار دیگه سال نو شمسی رو هم تبریک میگم. دوشنبه فکر کنم اولین روز ترید در سال جدیده. امیدوارم همتون سال پرسوری داشته باشین و هفته فوق العاده ای هم پیش رو داشته باشین. همتون رو خدای بزرگ می‌سپارم. روزتون بخیر.